با سلام، سومین برنامه نامها و یادها و همچنان در کنار آقای فزایدی که در دو برنامه گذشته با زندگی نامه و راه و کار ایشان تا این لحظه آشنا شدید که حالا ایشان به عنوان فارغ التحصیل از دانشگاهی در فرانسه عملا در کار طراحی مد شاغل است و کار میکنه. آقای فزایدی، در دو برنامه گذشته با روحیه و افکار شما تا اندازه آشنا شدم، اما دلم میخواد در این برنامه در ابتدای گفتگومون از شما بپرسم که رنگ و طرح چگونه به سراغ شما اومدن و اینکه آیا شما رفتید به سراغ اونا یا اونا اومدن به سراغ شما؟ ببینید آقای شهید، من خیلی سعی میکنم رو راست باشم و واقعیت شخصیت خودم رو بدونم، برای اینکه آدم اگه ضعف و ایراداش رو بدونه میتونه حل بکنه، براش عقده نمیشه. من خب یه قسمتی از شخصیتم مادیه، آدم مای خوشم میاد از مادیات، چرا که نه. البته تو مرور زمان خب کمتر، برای اینکه آدم دیگه اونقدر ایدئالگرا نیست و واقع بینانه تر و منطقی تر فکر میکنه، ولی میدونستم دلم میخواد توی رشته ای باشم که هم مادیات توش مهم باشه، هم شهرت، هم هنر. چرا نرفتین روزنامه نگار بشین؟ روزنامه نگار برای اینکه قسمت هنریش خیلی کمه. خیال میکنی؟ پولش کمه بقیه. بعد مد برام خب ایدئال بود، میگم البته تو اون سن که خیلی ایدئال آدم به همه چی فکر میکنه، الان که واقع بینانه نگاه میکنم تمام این سه گزینه ها خیلی ایدئال نیست در دنیای مد، ولی این شد که من دلم میخواست این رشته رو بخونم. و بعدم فکر میکردم ایده خیلی زیاد دارم و خیلی هم هیجان داشتم همیشه که رنگ و بوی کشورم رو وارد لباس بکنم، چون وقتی که نگاه میکردم مثلا تو کودکی فشن تیوی رو یا مجله ها رو، همیشه یه رفرنسی به خیلی فرهنگ ها هست ولی تو خاورمیانه خیلی کمتر. باز در این چندین سال اخیر طراحای خیلی مشهوری هستن بین المللی به خصوص از لبنان، ولی کمتر کارا هویت خاورمیانه رو داره و فرهنگ ما رو، بیشتر بازم خیلی مدرنه. من همش خیلی هیجان داشتم که بتونم این فرهنگمون رو وارد لباس بکنم. وقتی مثلا کیمونو ژاپنی میدیدم خیلی خوشم میومد، ولی همش احساس میکردم پس چرا این سمت دنیا نه. یا مثلا ساری هندی خیلی طراحا روش کار کردن، خیلی مارکای معتبر، ولی باز به سمت ما کمتر این اتفاق افتاده. بنابراین اینطوری فکر میکردم که انتخاب کردم این رشته رو بخونم. و بعد هم یه دانشگاه آمریکایی رفتم به اسم پارسنز و هم یه دانشگاه فرانسوی به اسم اسمود، و کاملا دو نوع سیستم تربیتی خیلی متفاوت. دانشگاهی که تو پاریس نهمه؟ یک شعبهش تو پاریس نهه. من پارسال یک نمایشگاهی رو اونجا فیلم برداری کردم. بله، البته میگم دانشگاه آمریکایی به نظر من باز به مراتب خیلی بهتر از اون دانشگاه. چند تا دانشجوی ایرانی هم داره اونجا؟ بله، هر سال چند تا دانشجوی ایرانی هستن. ولی این برام جالب بود که مثلا تو دانشگاه فرانسوی چه چیزایی نسبت به مد براشون مهمه و تو دانشگاه آمریکایی، تو قسمت دانشگاه آمریکایی بیشتر به ما یاد میدادن که چی میتونه فروش بره از لحاظ تجاری و غیره. فرانسه بیشتر، دانشگاه فرانسوی بیشتر سعی میکردن دیدمون رو باز بکنن. اینا برام خیلی جالب بود. من همیشه فکر کردم که شاید هم اشتباه میکنم، دلیلی هم براش هست که اشتباه میکنم، آیا طراحی مد، طراح دنبال به قول شما پول فروش رقم بالا و کمیابی کالا میره یا رفاه؟ من خیلی دفعات دیدم که در این نمایش های مد دفیله ها اون کسی که این لباس ها رو میپوشه به هیچ وجه راحت نخواهد بود، خیلی اغراق یک اثر هنری است تا رفاه یک اثر هنری. ببینید بستگی داره، چون مثلا برای لباس زنانه دو نوع هفته مد داریم، یکی لباسای ریدی تو ویر، یکی لباسای کوتوره. لباسای ریدی تو ویر لباسایی هستن که شما وقتی میرین تو مغازه آماده رو سایز بندی چیده شده، سایزتون رو درخواست میکنین براتون میارن. لباسایی که توی شوهای کوتور میبینین بیشتر جنبه خودنمایی از قسمت هنری اون مارکو داره، که ما قابلیت اینو داریم که در این حد هنرمند باشیم و این پیامو برسونیم به
جامعه با شومون، چون خیلی امروز شوها خب جنبه های گوناگونی داره، فقط صرفا مد نیست، مثلا یه اتفاق سیاسی یا اجتماعی میفته میبینه آدم توی هفته های مد روی دفیله ها و کتواک ها. بنابراین اونا یه مشتری های خاص خودشو داره و وقتی هم اون مشتری های خاص اون لباس هایی که میگین راحت نیست و سفارش میدن، بنا به راحتی خودشون براشون عوض و تغییر میدن اون لباس ها رو. مثلا من تو جشنواره کن میبینم بازیگر به لباسش همونقدر اهمیت داده که کار هنریش در فیلم. بله، برای اینکه من فکر میکنم خب انتظاراتی که تو جامعه میره از یه بازیگر این شرایطو براش به وجود میاره که گاهی موقع به نظرم خب خیلی هم منصفانه نیست، برای اینکه امکان داره یکی علاقه به مد نداشته باشه یا یه خانومی راحت نباشه کفش پاشنه دار بپوشه، ولی بعد بپوشه برای اینکه انتظارات جامعه تا حد اینطوریه. البته خیلی خوبه که توی دنیای امروز راجع به این مسائل داره حرف میشه، حرفا باز میشه و گزینه میدن به آدما که راحت تر باشن و خودشون باشن و اون فشار اجتماعی از لحاظاتی روی این مسائل داره کمتر میشه. ولی خب به نظر من هنرمند یه پکیجه. بله. فقط یه بازیگر خوب کافی نیست. به نظر من خوشفکری هم مهمه، قشنگ حرف زدن هم مهمه، تمیز لباس پوشیدن هم مهمه. مثلا در مورد فرش قرمز که میگید، من خیلی به ندرت میبینم که هنرپیشه های ایرانی وقتی میرن رو فرش قرمز آدم خوشش بیاد از لازم لباس. خب چاره هم ندارم برای اینکه چیزایی رعایت کنم. ببینید، بله درسته، سلیقه یک چیز روسریشونو تنظیم میکنن که سلیقه یک چیز شخصیه و همونجور که خودم داشتم میگفتم امیدوارم صحبتهای من یه نوع فشار اجتماعی نباشه رو آدم ها. ولی لباس محلی روی فرش قرمز تو فستیوال کن به نظر من تا حدی بیجاست. مثل این میمونه که مثلا یکی از عراق پاشه بره فستیوال کن شبیه علایالدین لباس بپوشه، خیلی یه ذره مسخره است. درسته که هدف اینه که معرفی فرهنگ باشه، ولی خب خیلی شیکتر و ساده تر هم میشه این کارو کرد. ببین از اون زاویه ببینیم، برهنگی رو در مد زنانه چرا انقدر حاضر و فعال میبینیم؟ یه بخشی از مد برهنگی شده نه؟ کاملا، و فهم میکنم همیشه هم بوده. چیز جدیدی چون زیباست؟ ببینید خیلی این مسئله شخصیه به نظر من. مثلا شاید یک سری خود من توضیح هم از فمینیست به نظر من خب یه بیس اصلی داره، اونم اینه که برابری حقوق مردها و زنها و نگاه جداگونه به جنس دیگری نکردن و تبعیضی قائل نشدن. ولی من خیلی میبینم تو خیلی از فمینیستایی که تو نسل من، تو سن من، که دوست دارن فمینیست باشن یا غالباً فکر میکنن که هستن، انتظارشون از یک زن همون چیزیه که در چارچوب‌های خودشون قرار میگیره. من فکر میکنم یه موقع یک لباس لختی روی خانومی میتونه جنبه سکسیستی پیدا بکنه، ولی امکان داره یک خانومی هم خودش علاقه داشته باشه که بپوشه. لباس لختی بپوشه. هر نوع چارچوبی رو آدم قرار بده روی ملت با دیدگاه خودش به نظر من به نوعی تبعیضه. برای همین اینی که خب به نظر من فیزیکی که آدم نگاه میکنه، خب بدن زن بسیار بدن زیباییه به نظر من، حتی تو حیوانات گاهی موقع، خب حتی حیوانات مرد قشنگترن تو خیلی موارد، مثلا شیر مرد شیر زن، خب یه چیزایی هست واقعیته. من خیلی دوست ندارم دوگم باشم به زور بگم حالا مثلا ما بدن مرد قشنگتره یا زن، اینا یه واقعیته. ولی خب تو تاریخ هم متاسفانه خب یه جوری به حقوق زنا به نظر من خیلی احترام گذاشته نشده، ولی خیلی زنا هم هستن که خودشون علاقه دارن اونطوری لباس بپوشن، نمیشه چیزی گفت. در تایید و استدلال هایی رو که به کار میبرید، یک پرسش هم یه گوشه خودشو نشون میده. چرا برای خانوم ها بیشتر مردان طراح مدن یا حتی برای آرایشگری، حالا آشپزی که به عنوان مذکر نمایی مد شده به کنار، ولی طرح مد رو خود خانوم ها برای خودشون دنبال نمی کنن، آقایون میرن
بالاخره خیلی مدیست های سرشناس خانوم هم بودن هستن، ولی در مقایسه اصلا خب نمیدونم دقیقا دلیلش میتونه چی باشه. من اینو میتونم با تجربه شخصی خودم جواب بدم. من فکر میکنم چیزی که آدم از بیرون میبینه و خودش نمیتونه در اون شرایط، مثلا من هر موقع یه لباسی طراحی میکنم مسلما یه جایی تو ذهنم فکر میکنم که اگه خانوم بودم دوست داشتم اینو بپوشم، خب، و از بیرون دارم یک جنس دیگر رو میبینم و برام هیجان انگیزتره که اونو درست بکنم. خب با این حساب خودم دورتره. بله، ولی پس با این حساب برای مردها هم زنها باید طراح مد بودن، ولی باز نیستن. نه خب مثلا توی تاریخ متاسفانه مثلا مد یا آشپزی توی به خصوص جوامع بسته، البته تو همین فرانسه هم من فکر میکنم اینطوری بوده، مرد سالاریه، بیشتر حس فمینن داره و آدم خب فکر میکنه که تو جامعه به عنوان مثلا یه پسر از من این انتظاراتو دارن، ولی من شخصیتم طوریه که به چیزی که دستم امکان داره دیرتر برسه و راحت‌تر نرسه کنجکاویم بیشتر میشه و دوست دارم اونو یاد بگیرم و وارد اون دنیا بشم، چون من جندرلس فکر میکنم، کلمه فارسیشو متاسفانه بدون جنسیت فکر میکنم. بنابراین مثلا تجربه شخصی من این بوده، من برام هیجان انگیزتره که از بدن خودم خارج بشم و برای بدن یه خانوم یا جنس مؤنث لباس طراحی بکنم. این تجربه شخصی من. آقای فضالی، در این سومین برنامه که با هم گفتگو میکنیم متوجه شدم جدا از عشق و علاقتون به فرهنگ و آشناییتون به زبان فارسی و این تبحر و بیانی که دارید، با اینکه فقط 12 سال در ایران زندگی کردید، همین رو در کارهاتون هم آوردید و در روز کنفرانستون متوجه شدم با دیدن این عکس‌ها پیوستگی شما به این فرهنگ خودتون آیا رمز موفقیت شماست یا یک طراح مد باید بین المللی فکر کنه و بین المللی کار کنه؟ به نظر من باید یک طراح مد بین المللی فکر بکنه، فقط بستگی داره که از چه لنزی داره دنیای بین المللی رو نگاه میکنه. بالاخره استانداردها خیلی بالاست توی دنیای بین المللی و حرف تازه زدن چیز بسیار حیاتی و مهمیه و من فکر میکنم خب شاید اگه روس هم بودم شاید از فرهنگ ایران الهام میگرفتم حتما در یک کلکسیونی، برای اینکه دست نخورده است و فرهنگ من مسلماً هم که به من کمک میکنه برای دیده شدن و به خصوص به خاطر اینکه خب رو دروسی نداریم، ایران یک کشوریه که همیشه در اخبار پرپر میزنه، همه میبیننش، همیشه هست و خب یکی از این استفاده، یعنی سوء استفاده میکنه و یکی از این نه استفاده منطقی هم میکنه که به نظر من ایرادی نداره، ولی دنیا دنبال دیدن یه چیز جدیده، یک حرف تازه است و من فکر میکنم که کسایی که ایرانی هن و علاقه به مد دارن خودشون باید این کار رو بکنن که خیلی مارکای معروف میکنن از ایران الهام میگیرن. برای همین فکر میکنم به نوبه کمک بوده، ولی من همش دوست دارم یه چیزی رو انقدر تجربه کنم، انقدر کالبد شکافی کنم بعد ازش بیام بیرون. هنوز سیر نشدم از ایران. کلکسیونی هم داشتم که صرفاً تمرکزش رو ایران نبود، مثلا رو مراکش، ترکیه اینا و ایران و همه توی مجموعه، ولی برای من مودی که بیشتر از فرهنگ کشورهای اسلامی میاد جذابتره، چون دست نخورده تره. به خاطر حجاب؟ نه به خاطر بمیکنم دلایل متفاوتی داره، ولی هیچ وقت گویا نخواستن که اون قسمت دنیا از لحاظ فرهنگی رشد و پیشرفت بکنه. میرسیم به پایان سومین برنامه نامها و یادها. در برنامه بعدی و آخرین شاید بتوانیم یک بار دیگر مجموعه آن چیزهایی را که با آقای فضالی شنیدیم مرور کنیم.